سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به درس امروز. امروز بخیر، ما شما درس بسیار عمده کنکور شروع میکنیم. یک از مزایم بسیار مهم کنکور که بسیار سوالای مربوط از این بخش میشه و در کتاب مکتب در مکتبم بسیار مهم است و یکی از مزامین بسیار مهم ساینس است که ما وقتی یاد بگیریم بسیار، مثلا در طبیعت بسیار طبیعت خوب مطالعه کرده میتونیم، قوانین طبیعت خبر میشیم. ما شما امروز چی را میخونیم؟ ما شما امروز فیزیک شروع میکنیم. فیزیک دوستای عزیز، طوری که شما میفهمید کنکور در حدود 15 سوال عزیز، یعنی یک مضمون بسیار مهم است، یک مضمون بسیار مهم است و یاد گرفتنش با یک شاگرد کنکور، با یک شاگرد مکتب بسیار مهم است. پس ما و شما هم آمدیم به می شکل از فیزیک شروع میکنیم تا کل درسای ما مثلا پیش روان است، کیمیا روان است، کل درس روان است، بون که کیمیا به فیزیک نمانیم. به می شکل ویدیوهاش در یوتیوب هم موجود است به شکل فلاش و به شکل سی دی در مرکز آموزشی ریاضیات و علوم ساینسی آریانا هم موجود است. دوستانی که ضرورت داره به هر طریقی میتونن با ما تماس شوا و ویدیوها رو به دست بیارن و میتونن که برمثال در یوتیوب چانل هم شما همی ویدیوها رو ببینین، با دوستانتون شریک کنین، با دوستانتون برسین که تمامشان هم فیزیک هم مضمون فیزیک خوب هم یاد بگیرن. مضمون فیزیک پیش از اینکه دوستای عزیز تعریف کنین که فیزیک چیست، اول ما شما میم سر چی، ما شما ساینس تعریف میکنیم، چون به خاطر که فیزیک یک بخش از علم چی است، یک بخش از علم ساینس است. پس ما شما عنوان اول خود چی رو میگیم؟ ما شما امروز عنوان اول خود ساینس میگیریم، ساینس میگیریم. خود دوستای عزیز، ساینس اگه یادتون باشه در کیمیا براتون تعریف کرده بودم، یعنی در درس کیمیا هم شما ساینس تعریف کرده بودیم. ساینس چی را میگه؟ ساینس عبارت از علم است که با اساس تجربه استوار باشه. یعنی تو میگیم ساینس در لغت دانش، علم را میگه، علم است، دانش را میگه، و به اصطلاح کدام دانش را میگه؟ علم را میگه، دانش را میگه که با اساس تجربه، با اساس ثبوت استوار باشه. یعنی یک چیزی را که ما ثبوت کرده میتونیم ساینس است، چیزی را که ثبوت کرده نمیتونیم ساینس نیست. مثلا ما شما درباره جنت گپ میزنیم، جنت ثبوت کردن نمیتونیم، ثبوت نمیشه، مثلا ردش هم کردن نمیتونیم به خاطر علوم عقیدوی است. یعنی ما ایرم میفهمیم که علوم به صورت به چند نواسن، به سه نواسن، ایرم یادتون باشن که یک علوم مذهبی استن، یک علوم فلسفی استن، یک علوم ساینسی استن. علوم مذهبی علومی هستن که به مذهب دین انسان ارتباط دارند، فلسفه که زاده فکر بشر باشه، انسان خودش به میان آورده، قوانین بشری استن، و دیگه علوم ساینسی هستن که علوم طبیعت مطالعه میکنه و چیزایی را مطالعه میکنه که ثبوت شده باشه، چیزی که ثبوت نمیشه مطالعهش نمیکنه. ما شما چی رقم میگیم ساینس؟ ساینس ما گفتیم که در لغت به معنای دانش است و در اصطلاح عبارت از علمی چی است که با اساس تجربه استوار باشه. یعنی هر علمی که یک چیز ثبوت میشه اون رو به نام ساینس یاد میکنه. مثلا بسیار چیزا هست، مثلا ما فرض مثال بالا یک جسم قوا وارد میکنیم، جسم اساسا تجهیل میگیره. وقتی که ما اینو ثبوت کرده بتونیم، ما میره به نام چت میکنه، به نام ساینس. یا وقتی که فرض مثال یک جسم از قید قوا خطا بخوره، زمین عمودن به خود کشش میکنه و جاذبه زمین سرش تاثیر میکنه، ایره وقتی ما این نظر دادیم، وقتی که تا ایره ثبوت نکنیم قبول نمیشه. یا دو چارج هم نه و یا مختلف نه و یا هم نه و که فرض مثال در پولی که دیگه قرار بگیره که دیگه دفع میکنه، امیره که ما شما ثبوت میکنیم، وقتی ثبوت شون امیره با نام چت میکنه، به نام ساینس. به مو خاطر علم ساینس با نام چت میکنن، علوم تجربی برش میگه. علوم تجربی به معنای عزیز که بر اساس تجربه استوار هستن. یاد ما باشه دوستای عزیز که ساینس به صورت بچن نواسن، بعد نواسن، یکی رو علوم طبیعی میگن، علوم میگن علوم طبیعی، یک رو علوم اجتماعی میگن. دوستای عزیز، علوم اجتماعی با علومی گفته میشه که با اساس رابط بین انسان‌ها رو چیکونن؟ مطالعه کن، رابط بین انسان‌ها رو مطالعه میکنن. مثلا عبارت از چی هستن؟ عبارت از تاریخ است، عبارت از فرد مثال چی است؟ جغرافی است، و به می شکل کل بخشایی که طبیعت رابط بین انسان‌ها رو مطالعه میکنه رو به نام چت میکنه علوم اجتماعی. علوم طبیعی با علومی گفته میشه که طبیعت مطالعه میکنه. طبیعت خود شما میفهم مجموعه منظمی از مخلوقات خداوند جل جلاله که در جای زندگی میکنه و رو برام طبیعت یاد میکنه. پس طبیعت ما شما میشناسیم. علمی که علمی که می طبیعت مطالعه میکنه او رو برام چت میکنه علوم طبیعی. ما شما میفهمیم که در طبیعت دو رقم اجسام پیدا میشن، یک اجسام زنده هستن، یک اجسام غیر زنده هستن. غیر زنده را علوم فیزیکی مطالعه میکنن، غیر هیره، و زنده را چی؟ بیولوژیکی مطالعه میکنه، بیولوژیکی مطالعه میکنه. یعنی علم بیولوژیکی علم است که اجسام هیره یا زنده را مطالعه میکنه و به صورت اون به دو بخش تقسیم میشه، که حیوانات است که برش میگه زولوژی، یعنی علم زولوژی، یکی نباتات است که برش میگه بوتانی. دیگه بخش هم داره، بازور بخیر در درس بیولوژی که بخیر براتون شروع کردم، در اونجا بازیات بخش های دیگه شم بخیر کلش هم میخوان. حالا موضوع ما نیست، حالا سر فیزیکی خود میم. علم فیزیکی دوستای عزیز به علمی گفته میشن که اجسام غیری هیه، یعنی یا غیر زنده را چی میکنه؟ مطالعه میکنه، و به صورت اون به چند بخش است؟ به پنج بخش تقسیم میشه، که یکی را به نام چت میکنه؟ به نام فیزیک یاد میکنه. یکی را به نام چت میکنه؟ کیمیا دیگهش. دومش علم چی است؟ علم کیمیا است. سیومش چی است؟ زمین شناسی.
زمین شناسی یا برش امو چیزی میگه چی میگه جیولوژی که برش میگه. یعنی در شما در صف ده میخوانی نشه در کنکور آمادگی تقریبا 11 12 سوالش میگه که میخوان مهم است یاد میگیرین. دیگه چی است؟ ستاره شناسی. ستاره شناسی و دیگه چی است؟ هوا شناسی. هوا شناسی که ما شما هواشناسی و ستاره شناسی شنجال در پانتون بخش ما شما میخوانیم و این بخش های سه بخش فیزیک و کیمیا و زمین شناسی شما شما در کتاب مکتب خود در کنکور ما بسیار با ما مهم است. خود دوست عزیز این انواع ساینس بودن که ما شما یاد گرفتیم. ما شما بخیر شروع میکنیم از درس خود چی شروع میکنیم؟ فیزیک شروع میکنیم. خود دوستای عزیز حالا که ساینس فهمیدیم و فهمیدیم که فیزیک یک بخش از علم ساینس است و شروع میکنیم بالای چی؟ فیزیک. پس درس اول ما چیز تعریف فیزیک است. این فیزیک می خوانیم. این ما نوشته میکنیم فیزیکس. فیزیکس. دوستای عزیز فیزیک از دو کلمه گرفته شده. از دو کلمه. یکی را کلمه فیوزیسه. فیوزیس یونانی برش میگه و یکی برش میگه یک کلمه دیگه از فیزیکا گرفته شده. میگه فیزیک از دو کلمه گرفته شده یا از فیزیس یونانی یا از فیزیکای لاتینی که هر دوشن به معنای چی است؟ طبیعت است. به معنای چی است؟ طبیعت. به معنای طبیعت است. طبیعت خو میفهم پیشترم تعریف که عبارت مجموعه منظم از مخلوقات خداوند جل جلاله است که در جای زندگی میکنه در جای هستن او را به نام طبیعت یاد میکنند. علم فیزیک پس از نامش معلوم است که از فیوزیس گرفته شده یا فیزیکای لاتینی گرفته شده و معنای اردوشان طبیعت است. پس ما شما فیزیک چی رقم تعریف میکنیم؟ یعنی تعریف اول فیزیک برشت میکنیم عبارت از علم است که طبیعت را مطالعه میکند. تعریف اولش بیست مطالعه چی را میکنه؟ فیزیک مطالعه چی را میکنه؟ طبیعت چیزی که در طبیعت زندگی میکنه یا غیر امو غیر زندگیش از این یک سر امو کلش کی مطالعه میکنه؟ فیزیک مطالعه میکنه. و یک گپ دیگر هم دوستای عزیز که وقتی ما طبیعت میگم یادتان باشه در دنیا تغییراتی که فعلا آمده ای کل تغییرات زور فیزیک است. در دنیا که تغییراتی که آمده کل زور چی است؟ زور فیزیک است. یعنی بعد از او که فیزیک به دنیا آمد یا فرد مثال علما معرفیش کرد به شهیس علم علما دشان کار کردن امروز تغییراتی که در دنیا آمده در پیشتر در فرد مثال در 1000 سال نمی آمد. یعنی امروز اگر در یک روز یک کدام تغییراتی که می هم قبل از فیزیک اعتبارتان بگیم که 10000 سال هم تغییرات نمی آمد. دنیا که در اینجا رسیده به زور فیزیک است. یعنی فیزیک زبان می طبیعت است. طبیعت خودش فیزیک میگه. یک مضمون بسیار جالب است و به خواندنش نمیشه که فرد مثلا کتاب مکتب بخونه فیزیک میفهمی. نه فیزیک یک دنیای بسیار کلان است. ما فقط کنکوری میخوانیم، ما فقط کتاب مکتب مطالعه میکنیم. اگه بخیر وقت مسلکتان شد باز خواندین باز متوجه میشه که یک عنوانش هم عمر سرش تیر میکنه حتی یادش گرفته نمیتونیم. باز به مخاطر این فیزیک عبارت علمی است که طبیعت چی میکنه مطالعه میگه. یک تعریف دیگه هم داره دوست عزیز. ما شما یک تعریف دیگه هم براش داریم که میگه چی؟ میگیم عبارت است علمی است که از تغییرات ظاهری ماده بحث میکند. یعنی علم فیزیک علم است که از تغییرات ظاهری بحث میکنه. فقط در شکل جسم تغییر میه. تغییرات دائمی نیست مثل کیمیا. در کیمیا میره تعریف کرده بودیم تغییرات دو نوع گفته بودیم، یکی تغییرات فیزیکی است یکی تغییرات کیمیایی است. ولی تغییرات فیزیکی کدام تغییرات بوده که ظاهر ماده چی میکرد؟ تغییر میکرد اما اصلت ماده تغییر نمیکرد. مثلا آب جوش میکرد، آب مو آب بود اما مولکولای آب هم باز هم مولکولای آب بود. یا کاغذ پاره پاره میکردیم یا یک درخت فرض جلوی چوب است، چوب فرض مثال تختم جور کرده میتون، چوب میزم جور کرده میتون، چوب فرض مثال تختم جور کرده میتونیم. رقم بر رقم شکلش تغییر میتیم. امی تغییراتی که مطالعه میکنه میره برام چت میکنه به نام فیزیک یاد میگه. یک تعریف فیزیک است. و یک تعریفی که دیگه هم داره دوستان عزیز یاد ما باشه که تعریف بسیار مهمش است و تعریف کتاب مکتب است. چی میگم؟ میگم فیزیک عبارت از علم است که جهان میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک را مطالعه میکند. پس از اینجا دیگه تعریف جامع و کامل شد دیگه. چی میگیم؟ فیزیک عبارت از علمی است که دنیای جهانی چی را مطالعه میکنه؟ جهان میکروسکوپیک را مطالعه میکنه. میکروسکوپیک میکرو دوستای ما در فیزیک یا در دو اصطلاح داره بیت یاد میگیریم. یکی میکرو به معنی چیست؟ کوچک. میکرو به معنی کوچک و یکی داره ماکرو بزرگ
یعنی فیزیک علمی است که جهان کوچک است، الکترون بسیار کوچک است مطالعه میکنه، پروتون بسیار کوچک است مطالعه میکنه، نیوترون بسیار کوچک است مطالعه میکنه، یعنی بسیار اجسام بسیار کوچک است، سرعت نور آن بسیار یک نور فوتون بسیار کوچک است، کمیت بسیار کوچک است رو مطالعه میکنه. به این شکل کتله مهتاب، کتله زمین، کتله آفتاب، فاصله بین زمین آفتاب، اینا بسیار فاصله بزرگ بزرگ، یعنی چیزایی که ماکروسکوپیک هستند و چیزایی که میکروسکوپیک هستند، یعنی جهان بسیار کوچک و جهان بسیار بزرگ چی میکنه مطالعه میکنه. پس فیزیک کل چیزا رو مطالعه میکنه. از اینجا ما شما فهمیدین یک گپ ایگا پای تعریف ها کاش فهمیدین. اتون گفتم میتونیم دوستان از یک نوت اینجا بگیریم، یاد ما باشه، یاد ما باشن. علم فیزیک است، علم فیزیک اساس علم فیزیک یادتون باشه دوستان عزیز، با اساس یعنی فیزیک با اساس یا اساس فیزیک است با اساس چی؟ یعنی اساس فیزیک عبارت از اندازه‌گیری است. یعنی علم فیزیک کدام علم است؟ علمی است که از اندازه‌گیری بحث میکنه. تهداب علم فیزیک به اساس اندازه‌گیری است. یعنی بهش این شکلم یاد ما باشه که به ما بگه تهداب علم فیزیک چیست؟ اندازه‌گیری. خود سایزیس حالا که تعریف فیزیک فهمیدین، یک چند اصطلاح خوب است که ما شما یاد داشته باشیم، به خاطر که مفاهیم فیزیکی هستن، به خاطر اینکه پورا باید یاد داشته باشین که ما شما فیزیک عمومی میخوانیم، کل فیزیک میخوانیم، طرای نیست که فرض مثال دستم یاد ده نباشه ما اون رو نمیخوانیم، نه ما اصلا هفتم میخوانیم، هشتم میخوانیم، نورم میخوانیم، کل فیزیک عمومی رو میخوانیم، در هر جا با اصطلاحات که متوجه شین ما رو روبرو شین باز اون رو مطالعه کرده بتونیم. پس حال میم به مفاهیم فیزیکی یک دو اول تعریف اول است، به نام چی است؟ به نام ماده. دوستان عزیز ماده چی رو میگه؟ ماده چی میگه هر آن چیزی که وزن داشت، کتله داشت، در فضا یک جای بگیره و توسط حواس پنجگانه ما حس شود، امور به نام چت میکنه، به نام ماده. مثلا دوستان عزیز طول است، فاصله است، فاصله اندازه میشه دوستان عزیز. مثلا حواس، هوا اندازه میشه دوستان عزیز. فرد مثال وقت زمان است، زمان ما اندازه کرده میتونیم. کتله است، کتله رو اندازه کرده میتونیم. پس هر آن چیزی که ما شما او را اندازه کرده میتونیم او را به نام چت میکنه، به نام ماده. ماده چیزی است که اندازه میشه، یعنی کتله داره، وزن داره، در فضا یک جای میگیره و توسط حواس پنجگانه ما حس میشه، او را به نام چت میکنه، به نام ماده. در تعریف ماده باید دیگه به یاد داشته باشه، یعنی جایی که ماده ما میگه میره باید بفهمیم. تعریف دومی که با ما بسیار مهم است در اینجا باید یاد داشته باشه که بسانم باز دیگه در بعض جای دیگه درد ما میخورم، و عبارت از مکان است. عبارت چی است؟ مکان است. دوستای عزیز مکان چی را میگه؟ مکان جایی را که یک نفر در یک وقت مشخص چی میکنه؟ اشغال میکنه. مثلا در این وقت مشخص من در اینجا هستم. در این وقت مشخص فرد مثال من در اینجا هستم. این جایی را که فرد مثال در وقت مشخص من میگیرم، من میرم اونم چت میکنم، مکانم. یاد ما باشه که یک نفر، یک جسم، یک شی در یک وقت دو مکان گرفته نمیتونه. یعنی فرد مثال من در اینجا هستم، فرد مثال فعلن که در اینجا هستم، پس دستم فر دیگه نیستم. وقتی که در اینجا هستم، دو قسمت نیستم. وقتی که در اینجا هستم، دو قسمت نیستم. میرم اونم چت میکنم، مکان. یاد ما باشه. سیوم اصطلاحی را که ما شما میخوانیم و چی است؟ و عبارت از زمان است دوستای عزیز. یعنی تعریف زمانم خوب است که ما شما یاد داشته باشیم. زمان چی را میگه؟ عبارت از پدیده است که تغییرات در یک جسم نشان میده. عاملی که تغییرات در جسم به ما نشان میده، او رو به نام چت میکنه؟ زمان. مثلا چی رقم دوستای عزیز؟ مثلا یک نفر تولد میشه و میرسه به پیری خود، یا یک نفر تولد میشه میرسه مرگ. یعنی تولد تا مرگ یک وقت تیر میشه، یک زمان تیر میشه. امیر به نام چت میکنن؟ به نام زمان. یاد میاد تغییر تبادلاتی که در جسم میموره میگه زمان. مثلا ما شما یک وقت بودیم یک ساله، حالا رسیدیم مثلا مثال 25 ساله، 27 ساله، به این حالت ما شما رسیدیم. وقتی که میگه تغییر اومده در جسم، زیاد تغییر اومده، پس یک حتما وقت تیر شده. مثلا وقتی که از یک جای به جای دیگه ما میریم، فرض مثال زمان سر ما تیر میشه، تغییر در ما میه. پس همین تغییرات در جسم به نام چت میکنه؟ به نام زمان. یاد میکنه. و تعریف چهارمی که ما شما باید یاد داشته باشیم دوستای عزیز چی است؟ شی و جسم. شی و جسم. ما شما در فیزیک شی و جسم زیاتر همیشه یک رقم وزن میگیرن. مثلا یک شی داریم، یک جسم داریم، یک جسم دال حرکت است، یک شی دال حرکت است. نه به این شکل میگه، مشکل نداره، اما با هم فرق دارن. شی دیگه چیز، جسم دیگه چیز است. مثلا چی رقم تعریفش میکنیم؟ میگه شی عبارت است جسمی است، یا تو برد بگو شی عبارت است او فرد مثال او پدیده است که از او چی جور میشه؟ جسم جور میشه. مثلا چی مانا؟ آهن شی است. آهن چی است؟ شی است. وقتی چاقو بسازیم جسم است. مثلا دوستای عزیز چوب چی است؟ چوب شی است. وقتی از میز میسازیم او چی شد؟ او جسم شد. یا فرد مثال آهن چی است؟ شی است. وقتی از او قاشق میسازیم او رو به نام چی میکنم؟ به نام جسم یاد میکنم. این تعریف کار ما شما باید فیزیک مفهومش یاد داشته باشیم. خود دوست عزیز
حالا مادر تعریف شه فهمیدیم یک چند اصطلاح رو یاد گرفتیم. یک یاد ما باشه، یک گپیش وقت یاد ما نره که ما شما آل حالات مادر رو میخوانیم. حالات مادر، حالات مادر، یعنی مادر به چند حالت است. مادر در طبیعت به صورت عموم یاد ما باشه به سه حالت پیدا میشه. یک حالت از اول به نام چیت میکنه جامد، یعنی حالت اول چی است؟ جامد. حالت دوم از او چی است؟ مایع. حالت سیوم از او چی است؟ گاز. یعنی ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه: جامد، مایع، گاز. مثلا آب است به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت. یا یخ میزنش جامد است، یا آب است، یا وقتی که بخار کنه به شکل گاز پیدا میشه. پس یک ماده به چند حالت پیدا میشه؟ یعنی ماده به صورت این به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. دوستان عزیز، اول میریم سر جامد. جامد کدام، یعنی کدام حالت ماده را میگن؟ چند گپ میزنیم که کلی گپا را باید یاد داشته، در جای که آمد تو گپا را باید میزنیم. اول ما شما چی میگیم؟ جامد عبارت از کدام حالت ماده است؟ حالتی است که میگه چی میگن؟ در این حالت، در این حالت سیز، یا ایتو بیره نشته نمیکنیم، نشته میکنیم، فقط ایتو نشته میکنیم، ایتو نشته میکنیم. اینه جامد حالتی است که در اونجا شکل جسم چی میباشه؟ شکل ثابت است. شکل جسم چی است؟ ثابت است. شکل جسم چی است؟ ثابت است. یعنی شکل جسم که هر طرف شوه جسم ثابت. مثلا این مارکر است، هر طرفی که دورش بده این مارکر شکل خودت از دست نمیده. این شکلی که می تو به شکل دراز است، این شکل خود از دست نمیده. اگه دیم بگیرم این شکلش است، اگه دورش هم بده این شکل، هر جایی که بانیم شکل خود از دست نمیده. یک گپ. پس مادی که دارت جامد باشه شکلش چی میباشه؟ ثابت میباشه. گپ دوم حجم جسم ثابت است. حجمش هم ثابت است دوستای عزیز. یعنی اگه ما فرد مثال سر ازی فشار بیاریم خرد نمیشه. مولکولایشان بسیار با هم نزدیک است، به مخاطر یا کستن حجمشان چی میباشه؟ ثابت میباشه. یعنی حجمشان خرد نمیشن. یعنی هدف چی است؟ یعنی تو بگویم فاصله بین اتمهایشان، اتمها بسیار بسیار کم است. یعنی مولکول ها بسیار با هم نزدیک هستند. یعنی در حالت جامد که است مولکول ها بسیار با هم نزدیک. مثلا یک مولکول در اینجاست، مولکول دیگه بسیار کتش نزدیک است. مولکول سیوم، چهارم، پنجم، ششم، به مشکل مولکول ها بسیار با هم نزدیک هستند. پس یا که هستند میگه فاصله بین مولکول ها چی میباشه؟ بسیار کم میباشه، بسیار کم است. و گپ دیگه قوه جذب بین ذرات، بین ذرات بسیار زیاد است. بسیار زیاد است، یعنی قوه بین جذبشان بسیار زیاد، بسیار محکمه که دیگر گرفته که دیگه گنجایش نزدیک شدن با هم ندارن. دیگه اگر دیگه هم داره قابلیت، یاد ما باشه قابلیت تراکم ندارن دوستای عزیز. قابلیت تراکم ندارن. قابلیت تراکم چی مانا؟ یعنی وقتی که سرشان فشار بیاریم یا را خرد کده نمیتونیم. مثلا یک جسم جامد مارکر سرش فشار بیارم خرد نمیشه. یک خشت سر فشار میری خرد نمیشه. یک چوب یا فرد مثال یک سنگ سر فشار میری خرد نمیشه و مخرد قابلیت تراکم نداره. این بود تعریف چی؟ جامد. یعنی جامد حالت جامد، شکل ثابت دارن، حجمشون ثابت است، فاصله بین اتمهایشان بسیار کم است، قوه جذب بین ذراتشان بسیار زیاد است، قابلیت تراکم هم ندارن. میام سر مایع دوستای عزیز. دمایی چند گپ همی گپا را سایکو چی میگیم؟ اول شکل ثابت دارند، میبخشیم شکل ثابت ندارند، شکل ثابت ندارند، شکلشان ثابت نیست. یعنی شکلشان ثابت به این معنی که در هر ظرفت شکل از موره به خود میگیرن. مثلا اگر ما یک مایع باشه مثل آب واره اگر ما ایره دفتا پرتیم شکل دفتا واره به خود میگیره. اگر در جک جک پرتیم شکل جک به خود میگیره. اگر در ظرف دیگه پرتیم شکل مو ظرف به خود میگیره. اگر در فرد مثال زمین لوش بتیم شکل زمینه به خود میگیره. و شکل ثابت ندارن، اما حجمشان چی میباشه؟ حجم ثابت دارن. یعنی هدف چی است؟ هدفی است که اگر در یک ظرف مایع داشته باشیم فشار سرشان بیاریم حجمش خرد نمیشه، حجمشان خرد نمیشه، حجم ثابت دارن اما شکل ثابت ندارن. فاصله بین ذراتشان چیز؟ فاصله نظر به جامد کمتر یا میبخشین بیشتر، فاصله نظر به جامد بیشتر یا زیادتر، بیشتر میباشد، بیشتر میباشد. چی معنا دوست عزیز؟ یعنی یک مولکولش در اینجا مثل جامد بسیار نزدیک بود، یا مولکولش کمی از هم دور هستن، کمی از هم دور هستن. همین کم دور بودن باعث از این میشه که یا بالای دیگر یک مالک بزنن، بلغزن. وقتی لغزیدن از یک جای به جای دیگه بسیار آسانی حرکت کرده میتونه. اینجا حرکت یادتان باشه جامد حرکت اهتزازی است، اما در اینجا حرکت چی میشه؟ انتقالی. یعنی از اینجا حرکت میکنه به اونجا میره. گپ دیگه چیز دوست عزیز، مثلا اونجا گفتیم قوه جذب بین ذراتشان بسیار چیه، اونجا فاصله شو گفتیم فاصله نظر به جامد چی است؟ بیشتر است. قوه جذب هم
یادتان باشه قوه جذب نظر به جامد چی است؟ کمتر است. قوه جذب نظر به جامد چی است؟ کمتر است. یعنی و بسیار که دیگر محکم گرفتن زیاد کش کن اینجا وقت نیست. و دیگر چی است؟ یام یادتان باشه قابلیت تراکم یادتان باشه دوست قابلیت تراکم ندارن. یعنی اگه سرشان فشار بیاریم یا خورد نمیشن. آمدیم سر گاز. حالت گاز کدام حالت دوستای عزیز؟ یاد باشه شکل ثابت ندارن، شکل ثابت ندارن. یعنی در هر ظرفی که پرتی شکل از امور بگیره، مثلا اگه گاز فرد مثلا می گازی که است امر دی اتاق است، کل می اتاق گرفته، کل اتاق گرفته و دیگه فرد مثال اگه میتونیم که کل گاز بگیریم دی یک بوتل بریم شکل بوتل به خود بگیره، پس شکل ثابت ندارن. دیگه آدم باشه حجم ثابت ندارن، حجمشان هم ثابت نیست. یعنی در هر میتونیم که فرد مثلا یک جای گاز باشه فشار سرشان بیاریم خرد شوه، یعنی گاز کل اتاق در یک بوتل به اندازه مارکر جای شده میتونه، پس حجمشان هم ثابت نیست. فاصله بسیار زیاد است، فاصله بسیار بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. یعنی یک مولکول در اینجا سه که دیگه شرق یک غرب یک لندن یک امریکا دور دور هستن با هم، یعنی بسیار دور هستن. دیگه چی هستن؟ قوای جذب، یعنی قوای جذب یادتان باشه وجود ندارد، یعنی بسیار کم از وجود ندارد، بیخی کم از وجود ندارد. دیگه کم چی است؟ قابلیت تراکم دارند. یعنی ما میتونیم که فرد مثال یک گاز یک محیط بگیریم کلش فرد مثال در چی جای کنیم؟ در یک ظرف بسیار کوچک کلش جمع کنیم، قابلیت تراکم دارند. این دوستای عزیز یه حالت سیگانه ماده است،